از آتش که در گمرک اسلام قلعه شعله‌ور شد، تنها خاکستر و آهن پاره بر جا مانده است. یک هیئت از بخش خصوصی و مجلس نمایندگان که برای بررسی آتش سوزی گمرک اسلام قلعه به این گمرک آمده است، میگوید اداره نرم و استاندارد و شرکت پیمانکار آن عامل اصلی این آتش سوزی است. پول به نام تست میگیره یا تست کیفیت مواد نفتی و اون از اونجا شروع از اون میشه که متسکل تیر شده جرقه کده آتش گرفته، شروع از اون نرم استاندارد و تی سی آر سی بوده و بعدش که مسئولین گمرک مسئولیت خود ادا نکده از خود ریاست گمرک و کمیساری و عامل دیگه داره، همونطور بستگی داره تا بالا ره. اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور میگوید که به علت بیپروایی مسئولان گمرک اسلام قلعه و نبود ظرفیت های لازم در این گمرک، میلیون ها دلار سرمایه های موترداران و بازرگانان در آتش سوزی نابود شد. ما به هیچ سرایت بعد از او سرمایه خود دمیتور یک آتش حتمی، این آتش حتمی است، ده آتش حتمی نمیگذاره تا که سیستم جور نشوه، تا که پس جواب گفته نشوه، تا که مسئولین مجازات نشوه، هر کسی که کده. این چاله های کلان در گمرک اسلام قلعه مانع فرار موترها از شعله های آتش شدند. موترداران و رانندگان میگویند که این چاله ها به منظور اخاذی از سوی مسئولان گمرک اسلام قلعه کنده شدند. دوان پیش ماشینات با اسکاواتور چاله کندن به خاطر پول گرفتن، به خاطر پول گرفتن که از این ماشینا پول بگیرن 7000 8000 از یک ماشین بینوبت که بیاید تیر شه. شما دورا سر اکر مشاهده کنیم 5000 متر 3 متر رایه، این بغل یور گرفته 2 متر چاله کنده، موترام خور به چاله زده، به چاله در گرفته، موتر به مرمی زد. موترون میگه از برای خدا موتر مر یلدی، میگه از روپی پول بدی، از اسکر میگه از روپی پول بدی با محمود هم محترم میسو، محترم میسو چادری بوده، محترم میسو گه از روپی پول بدی، محترمون میگه تو مسلمان نی، اسکر بزد با پا مرمی مرمی بزد با پا محترمون. بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری، بیش از 1000 موتر حامل کالاهای بازرگانی در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه سوختند و صدها میلیون دلار به آنان زیان وارد شده است. 5 روز می شود که گمرک اسلام قلعه ولایت هرات به علت آتش سوزی کلان مسدود شده است. هنوز هم مشخص نیست که این مرکز کلان بازرگانی افغانستان چه زمانی بازگشایی خواهد شد. نصیر احمد صالحی، طلوع نیوز، گمرک اسلام قلعه هرات.